به خود کفایی برسی محتاج دیگران نباش برقت هم خودت تولید بکنی آرد و برنج و روغنت هم خودت تولید بکنی رخت و لباستم هم خودت تولید بکنی تمام ضروریات جامعه خودت باید تولید بکنی این دین به من ایره میگوید تو رو به خدا قسم امروز مثلا در کشور ما افغانستان خودید یک فکر بکن یک مملکتی که آردش از یک کشور بیاید برقش از دیگه کشور بیایه برنج و روغنش از دیگه کشور بیایه کفش و لباسش از دیگه کشور بیایه فرش و ظرفش از دیگه کشور بیایه همین ما چه کار خودت بگو ما چی میکنیم لاف و پوف ما هم جهان گرفته که ولاد ما مسلمان ها برای مسلمان دیگه پیدا نمیشه یک بلوک مفتخور تنبل مصرفگری افتادیم بالاخره شب و روز انتظار داریم که والله نمیفهم جامعه جهانی برای ما کمک بکنه دنیا برای ما کمک بکنه که دست ما رو باید بگیرن فریاد ما از عالم تیر است نه درس نه تعلیم نه تحصیل نه کار نه روزگار آخه ما به کدام مسیر روان هستیم برادر عزیزم خواهر عزیزم چی میکنی و دین خدا هم برای ما و خودت میگه که بهترین انسان ها کسانی که نفت داشته باشند در جامعه منفعت داشته باشند در جامعه تو میدانی امروز به اصطلاح نفع نفعی در جامعه چیست خودت فکر بکن خودت پیش خودت فکر بکن آیا واقعا انسان مفید هستی حداقل بریدی جامعه را که بگذار فامیل بگذار که برای خودت نفعی داری والله که بیشتر ما برای خودمان ضرر میرسانیم تیشه به خودمان میزنیم به همون از الله تبارک تعالی در قرآن می و ما ظلم ناهم ولیکن کانو انفس یزلمون ما ظلم نکردیم خودتان در حقتان ظلم میکنید جوان مسلمان وقتی بیهوده مصرف میشه تو میدانی ارزش ای جوانی چقدر هست قسم به پروردگار که میلیاردها تریلیون ها دلار بدی ای جوانی را دوباره نمیتوانی بر بگردانی ای سرمایه عمرت به هدر رفته روان است جوان عزیز توی که 15 سال به نام تحصیل و درس سپری میکنی ولی بازم 20 سواد میمانی ناآگاه میمانی تو میدانی که چقدر در حق خودت ظلم کردی؟ جوان عزیز تویی که باید در سن 20 بیس سالگی 25 سالگی صاحب تشکیل خانواده بشی ازدواج بکنی صاحب اولاد و زندگی و زن و فرزند و یک مدیریت داشته باشی عمرت گذشتن از 40 سال اضافه شده هنوز حتی قادر بری نشده که ازدواج بکنی تو میدانی که چقدر ضرر کردی این ضررها که فقط تنها در عرصه دنیاست عزیزی برادر توی که از نماز غافل است پنج وقت نمازت قضا میشه روزی رمضان زده روان است خورده به بهانه های مختلف زکات اموالت نمی پردازی حج برید فرض شده حج نمی روی میدونی چقدر متضرر میشه از لحاظ از نایه دینی چقدر ضرر کردی پس باید واقف باشیم آن قدری که در اسلام در ارتباط به کار و تلاش تأکید شده در هیچ قانونی دیگر شما سراغ ندارید شما میدانید که تجارت با جهاد در رای خدا با هم مساوی اند الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره مزمل به دو بخش تقسیم میکنه مسلمان ها را به دو کتگوری میفرماید و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله گروهی در راه خدا کمر بستند برای تجارت و رشد اقتصاد و برآورده کردن ضرورت ها و نیازمندی های بازار و جامعه و مردم که کارشان مقدس است وظیفه ایشان یک وجیبه بسیار بزرگ است در برابر این یعنی هر قدمی که بر میدارن اجر و پاداش می گیرن و گروهی دیگری و آخرون و قاتلون فی سبیل الله کمر بسته کردن برای تطبیق نظام الهی برای دفاع از سرزمین های اسلامی برای اعلای کلمت الله برای اینکه که صدی در برابر دشمن قرار گرفتن تا این دشمن نباید مانع رشد و ترقی و پیشرفت و اکتشافات و اختراعات ما بشه این هر دو در برابر خداوند اجر و پاداش میگیره یعنی کار هر دو مقدس است هر دو پسندیده است دعایی که در 24 ساعت شبانه روز پیامبر صلی الله علیه و چندین مرتبه تکرارش میکنه میدانی منایش چیه ربنا آتینا فی الدنیا حسنه رب العالمین دنیای حسنه میخوایم دنیای خوب زیبا چی زمان دنیای ما حسنه می شود یک زمانی که به خودکفایی برسیم چی زمان دنیای ما دنیای حسنه می شود دو زمانی که سطح علمی و دانش رو رشد ارتقای علمی داشته باشیم در جامعه چی زمان دنیای ما حسنه می شود زمانی که ما اتحاد و وحدت و همبستگی داشته باشیم برادربار در کنار همدیگر برای رشد ترقی دین و دنیای من تلاش بکنیم چی زمان دنیای ما دنیای حسنه می شود زمان ما من حیث بازوی قوی در کنار برادر ب خواهر و من باشیم نفع و منفعت من برای جامعه برسد او زمان دنیای ما دنیای حسنه می شود آتینا فی دنیا حسنه رب العالمین دنیای حسنه می خواهی. و فی آخرت حسنه پروردگار آخرت زیبا می خواهی. یادت باشه که زیبا بودن آخرتت بابسته به دنیایت است یعنی به این معنا اگر آخرت از دنیا ساخته میشه یادت باشه آخرتت از این دنیایت ساخته میشه وقتی تو در دنیا نماز میخوانی خشت برای بهبودی آخرتت است وقتی تو در دنیا زکات میدی خشت برای آبادی آخرتت است وقتی تو در دنیا حج میروی در حقیقت یک قسمتی از دیوار آخرتی تو آماده ساختی و آباد ساختی وقتی تو در دنیا اخلاق داری تعهد داری صداقت داری امانت داری راستی داری درس داری تعلیم داری اکتشافات داری اختراعات داری صنعت داری پیشرفت داری تکنولوژی داری وقتی تو در دنیا وسیله قرار میگیره برای استراحت و برای راحت بودن میلیون ها انسان دیگر تو در حقیقت آخرتی تو آباد میکنی به شرط این که فقط یک چیز داشته باشی نیتت درست باشه نیتت درست بکنی اخلاص داشته باشی